بانک ها در ایران زیر حاکمیت آخوندی چه می کنند؟ رسالت بانک در هر کشوری گردآوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم و پرداخت وام به رشته های گوناگون کشاورزی و صنعت و تجارت است. بانک سپرده هایی را می گیرد و تعهد بازپرداخت دارد و عموماً هم به نیازمندان وام می دهد. اما در ایران کنونی یعنی در حاکمیت آخوندی، بانک ها که متعلق به عوامل حکومت آخوندی هستند به مراکز چپاول و دزدی تبدیل شدند و با توجه به قدرت مالی بسیار زیادی که از سپرده های مردم دارند، وام های کلانی برای واردات کالاهای مصرفی به عوامل وابسته به حکومت می دهند، امری که باعث ضربه تولید داخلی کشور می شود. بانک ها همچنین در عرصه خرید و فروش غیر منقول و بساز و بفروش مشغول می شوند، یا زمین های بزرگ را در اطراف یا درون شهرها خریداری کرده و به برج‌سازی و ساخت آپارتمان های گران قیمت می پردازند. کارخانه هایی که توان پرداخت وام های خود را ندارند از طریق قضایی آخوندها مصادره کرده و تغییر کاربری می دهند و ده ها اقدام غارتگرانه دیگر. با این همه بانک ها مدعی‌اند دچار مشکل نقدینگی هستند. چرا چنین است و این وضعیت چه مشکلی را در ایران به وجود آورده؟ برای پاسخ به این سوال بگذارید به یک خبر توجه کنید. روز 14 اردیبهشت جهانگیری معاون اول آخوند روحانی گفت مبلغ معوقات بانکی مجموعاً 82 هزار میلیارد تومان است. میدانیم که معوقات یعنی وام هایی که برخی از بانک ها میگیرند و برگرداندن آن مدت ها عقب میافتد و این موضوع مسئله است که مدت ها مطرح است، اما کسی به راه حل آن نمی پردازد. وقتی به رقم نجومی معوقات فکر می کنیم، این سوال به ذهن میاد که مگر بانک ها روی چه سرمایه ای سوارند که برنگشتن این مبالغ معوقات به بانک ها آنها را دچار مشکل و تنش نمی کند؟ و اینکه مگر بانک ها چقدر درآمد و منابع درآمدی دارند که با این میزان معوقات کنار می آیند؟ این حجم پول می تواند 2 سال یارانه نقدی کل کشور را با 45500 تومان برای هر نفر تأمین کند. اما چگونه است که برنگشتن آن به بانک تنشی در دستگاه بانکی و مالی کشور ایجاد نمی کند؟ از طرف دیگه ما می بینیم که دولت در رژیم ولایت فقیه دائما از خالی بودن خزانه می نالد و دست به جیب مردم کرده تا از یارانه خود منصرف شوند. اما سراغ نقد کردن معوقات بانک ها از کسانی که این پول ها را گرفتند نمی رود. چرا؟ برای رسیدن به پاسخ باید به مشکل اصلی اقتصاد در رژیم ولایت فقیه توجه کنیم. نظام پولی و بانکی هر کشور آینه تمام نمای وضعیت اقتصادی آن کشور است. این نظام بانکی بر سودجویی و چپاول بنا شده. اقتصاد در درون رژیم ولایت فقیه به جای تکیه بر تولید صنعتی و کشاورزی، بر معاملات تجاری و واردات و بورس بازی و سفته بازی در بازار سوار است، زیرا دزدی و فساد و چپاول ذاتی این حکومت آخوندی است. اعطای وام های کلان توسط بانک ها به صاحبان سرمایه که وابسته به رژیم هستند باعث افزایش بیرویه واردات می شود و در نتیجه کمر تولید کشور را می شکند. فقط تو کشور ما بانکه که اضافه میشه. خب وقتی بانکه باز بر اینقدر بهره میریش که پولش نمیره تولید بذاره، به تولید کنندم که بهره با هم نمیدن، بخواهم یه بام بدن به تولید کنه بلای سر سر میانه که اصلا کلن خب نمیتونه به خوبگو باشه. هر سال تورم، هر سال پول بیمه بالا، مصرف انرژی بالا، مگه این کارخونه چقدر سود داره؟ دارن هم اکثر اینا که من میشناسم بالای 50% کارگرشون اخراج کردن، دارن با 40% 30% توان کار میکنن. یعنی همه دارن قانون فرار میکنن، نمیخوان خدمات بدن، مشکل برای مصرف کننده هست دیگه. بانک نمیتونه تولید کننده باشه، بانک باید کار خودش انجام بده. اونو این همه بار روز به روز بانک ها هستن که دارن بورس رو هم میتونن اضافه میکنن، یعنی اقتصاد مملکت رو از بین بردن. آش آنقدر شور شده که آخوند احمد خاتمی هم در جمعه بازار تهران به غارت و چپاول مردم توسط بانک های رژیم اعتراف کرد و گفت سخنگوی محترم قوه قضاییه میگوید
سال 91 500 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشت. یعنی این پولا گرفتن قسطی بدن و پس ندادن. همین مسئله در سال 1392 می شود 100 هزار میلیارد تومان، یعنی دو برابر. یا همین دیشب گفتن در یکی از استانها از یک بانکی ضمانتنامه 1000 میلیارد تومانی گم شده. واقعیت این است که سرتاپ‌های نظام در این فساد دست دارند، چه در گمرکات، چه در بازار ارز، چه در مدیریت بانک‌ها و چه در نهادهای خدماتی. همه و همه درگیر غارت و چپاولند. هممون هم به نحوی درگیر شدیم. حالا بعضیا عمدن از روی سوء استفاده و آمدن تخلف کردن، بعضی هم دیگه درگیر شدن. اصلا کار در یک ماه اخیر یه به دلیل رقابت ناسالمی که شکل گرفته که عمدتاً ریشش هم در مؤسسات غیر مجاز بوده، ولی خب بانک‌ها رو هم تحت تاثیر قرار داده. رئیس بانک مرکزی رژیم گفت این غارت و چپاول باعث پیدایش یک قشر با سرمایه‌های کلان شده که بخش اعظم ثروت کشور را در اختیار گرفتند و با آن به ساخت برج‌ها و هتل‌های گران قیمت می‌پردازند. این فساد بانکی در حالی است که طبق قانون پولی و بانکی همین حکومت، بانک‌ها از ورود به یک رشته از معاملات ممنوعند. اما برخلاف قوانین خودشان، بانک ها شرکت تأسیس می کنند و به تجارت می پردازند و پروژه های بزرگ برج سازی را بر عهده می گیرند و وقتی قدرت مالیشان افزایش پیدا می کند، به راحتی رقبای خود را از صحنه خارج می کنند. بعد هم قیمت ها را هر طور که بخواهند بالا می برند. جالب این است که برج هایی که شرکت های اقماری بانک ها می سازند اغلب به کار مسکن مردم نمی آید، زیرا آپارتمان های این برج های لوکس و گران قیمت ویژه واحد های اداری و تجاری است و اساس مردم توان پرداخت قیمت آنها را ندارند. بانک ملت در زعفرانیه تهران و مؤسسه مالی اعتباری توسعه دوباره این مار سایت یکی از بانک هاست، همون برج‌آوران مؤسسه مالی اعتباری توسعه، بله مار توسعه است. برج سازی بانک انصار، ساختمان اطلس مال در نیاوران تهران، همینی که توی این سریال پایتخت بود. مال بانک انصار. مال بانک انصار. بعد این برج سازی بانک تجارت در فرمانیه تهران، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت که پروژه‌های بزرگ داره، مثلا این الان یکی از پروژه‌هاشون گل نیاوران واقع در تهران خیابان شریعتی. حالا اینکه اصلا تو این پروژه هم چه اتفاقی میفته خودش بحثه، چون این پروژه پروژه بزرگیه و از طریق روابط پروژه گل پاسداران امیر ابراهیمی و پروژه مار سپه، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه، پروژه امید، پروژه امید یک، امید پنج، امید سه و خیلی هم بیشتر شده. یعنی قبلا هم این بود این جریان، ولی همون سایت پروژه مجلل در نقطه ورودی قطار 4 بافت 300 تکراری در بلند بازم هست. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری، شرکت توسعه ساختمان سرمایه، ما رو بانک سرمایه است فکر کنم، برج های دوقلو یادمان اردبیل، لوگوش هم کاملا نشون میاد رو سقفش گل و گلدون میکاره، یکی میاد نمیدونم تلکابین روش نصب میکنه. توسعه ساختمانی پارسیان رو دارید میبینید که پروژه ها رو میبینید، مجتمع زرافشان، تجاری اداری تهران، شرق غرب، نقش زرافشان، مجتمع فردوس، بلوار فردوس، فلانجا ستاری، پروژه پیروزی، تجاری اداری تهران، نرسته و چرا کوکاکولا و مجتمع مقصود بیک یا همجور جاهای دیگه که همجور. در این وضعیت وقتی یک هموطن نیازمند دنبال وام چند میلیونی می رود، یا سر دوانده می شود یا بهره های کلان از او می گیرند که در نتیجه ورشکستگی در انتظارش است. به تولید کنندم که بهره باهم نمی دن، بخواهم یه وام بدن به تولید کنندم بلای سرش در می دن که اصلا کلن خب نمی تونه که باشه.
اعتراف یکی از کارشناسان رژیم در شبکه یک قابل توجه است. وی در مورد دو پروژه که توسط بانک انصار که دولتی است چنین میگوید: پروژه اطلس مال بله. که شما در خیابون‌ها تابلوهای بزرگش بله. رو می‌بینید، نشانی نو در می‌آورد. بله. این در یک زمینی به مساحت 11000 متر مربع که کاربریش پارکینگ عمومی بوده، در طرح تفصیلی شهرداری آمده این زمین رو فروخته به شرکت، به بانک انصار، و بانک انصار داره در این یک ساختمان 14 طبقه درست می‌کنه که تعدادی طبقاتش تجاریه، تعدادیش اداریه، و در واقع این اشراف داره بر کاخ نیاوران، کاخ صاحب قرانیه و پارک نیاوران، در حالی که در حقیقت مردمی که میان برای دیدن این کاخ‌ها و دیده استفاده از این پارک، ماشینشون رو که تو خونه نمیتونن بذارن، باید یه جایی پارک کنن. این پارکینگ در اختیار اینها بوده. این پارکینگ بزرگ مترو حقانی وجود داشت که میتونست بار بزرگی از ترافیک رو به خودش جذب کنه. این هم فروخته شده به بانک انصار و گودبرداری عظیمی شده که در این یک برج بسیار بزرگ و هتل و دیگر تأسیسات ساخته شد. همانطور که می‌بینیم، بانک انصار وابسته به بسیج ضد مردمی پاسداران، با دست باز هر قانون حتی در داخل حکومت آخوندی را برای چپ و ولگری نقض می‌کند. همچنین در کشورهای دیگر دولت‌ها از نظارت بانک‌های مرکزی حساب می‌برند. اما در نظام آخوندی، بانکی که باید نظارت کند، خود نیز جزء هزار توی چپاول و غارت مردم است. آیا اوبایی اینا واحداشون رو میارن توی املاک شما معامله میکنن؟ نه متاسفانه، این خود این بانک ها بعضا دفاتر فروشی رو دارن و میان قراردادهای یک طرفه رو تنظیم میکنن. حالا به اعتبار اینکه بانک پشتشه، به همین که میتونن یه واحد رو به 10 نفر بفروشن. این واقعیت حکومت ولایت فقیه هست که روزی ادعای ایجاد بانک اسلامی و مقابله با رباخاری بانک ها را داشت، اما اکنون تمامی سرمایه های مردم ایران را می رو باید. راه نجات برای همگان روشن است. که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را،